سلام سلام، زئوس سموره، خدای خدایان. فیلم مستندی رو دوستان معرفی کردند با نام The Game Changers، تغییر دهندگان بازی، فول داکیومنتری، کاملا مستند. یک فیلم حرفه‌ای با ساختی جذاب در حدود یک ساعت و نیم، با هدف اینکه نشون بده گیاهخواری بهتر از گوشخواری هست. او فیلم به زبانهای مختلف دنیا هم زیرنویس شده، در یوتیوب هم هست. البته من زیرنویس فارسی اون رو پیدا نکردم که اینجا نشون بدم. بگذارید مروری بر فیلم داشته باشیم. ابتدا فقط تصاویر جذاب از ورزشکاران رو نشون میده، بعد تصویری از گلادیاتورها و یواش یواش به موضوع اصلی میرسه. در فیلم اومده که به قبرستان گلادیاتورهای رومی رفتند. بیش از 5000 استخوان از حداقل 68 گلادیاتور رو مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. چه هیجان انگیز. میگن تراکم مواد معدنی در استخوان‌های اونها بسیار زیاد بوده که نشون میده که استخوان‌های قوی داشتند، ماهیچه‌های قوی داشتند و رژیم غذایی با کیفیتی داشتند. عجب. خب غذاشون چی بوده؟ میگن معلوم شده که اون گلادیاتورها لوبیا و جو میخوردند. غذای با کیفیت این بود؟ اینو چطور فهمیدند؟ خب با روش های پیشرفته علمی میزان استرانتیوم در استخونهای اونها رو اندازه گیری کردند. میزان اون بیش از اندازه طبیعی بوده و میگن که استرانتیوم در گوشت وجود نداره و در گیاهان یافت میشه. گلادیاتورها جنگجویان بسیار قدرتمندی بودند، با پیشرفته ترین آموزش های جنگی و بهترین مراقبت های پزشکی در امپراتوری روم باستان. و حالا این فیلم مستند میگه که اغلب اون گلادیاتورها گیاهخوار بودند. The gladiators were predominantly vegetarian. واو. در حالی که تا الان ما جور دیگه ای فکر میکردیم. فکر میکردیم که برای داشتن یک بدن قوی، یک استخوان مقاوم و یک عضله قدرتمند آدم باید گوشت بخوره. گوشت قرمز هم بخوره، درسته؟ بسیار عالی. حدود 2300 سال پیش در امپراتوری بزرگ روم، اونها به گلادیاتورهای خودشون فقط لوبیا و جو میدادند و با اینها مردانی قوی استخوان با عضلاتی قدرتمند تربیت میکردند. پس معلوم میشه که جو و لوبیا عضله و استخون میسازه، نه گوشت قرمز، درسته؟ خب راستش من به درستی این ادعاهای این فیلم هیجان انگیز و به اصطلاح مستند خیلی شک دارم. اما حالا بیایید فرض کنیم که این فیلم داره درست میگه. باش، قبل از اینکه به موضوع گیاهخواری و گوشتخواری توجه کنیم، میخوام توجه شما رو به این گونه فیلم‌های مستند جلب کنم. ببینید، علم امروزی اونقدر پیشرفت کرده که واقعا ما حتی میتونیم پی ببریم که گلادیاتورهای 2300 سال پیش در سفره‌های غذاشون چی میگذاشتند. بعد با این سطح پیشرفته علمی میاییم و با آزمایش های فراوان پی میبریم که اونها لوبیا و جو میخوردند. بعد میگیم آها، پس لابد لوبیا و جو استخوان و عضله ساز دیگه. آره؟ یعنی واقعا ما با این تکنولوژی های پیشرفته علمی هنوز نمیتونیم تشخیص بدیم که چه غذاهایی استخوان ساز هست و چه غذاهایی عضله سازه؟ یعنی ما اینقدر فلک زده شده ایم که باید بریم در این استخونهای پوسیده بگردیم و چشم پزشکان روم باستان بدوزیم که ببینیم اونها با علم 23 قرن پیش به چه روشی رسیده بودن و بعد همون روش رو ما هم تقلید کنیم. آره؟ و مثلا لوبیا و جو بخوریم و گیاهخوار بشیم. یعنی واقعا امروزه هیچ راه علمی برای پی بردن به روش درست تغذیه وجود نداره؟ چرا؟ مسلم راه و روش علمی داریم که دقیقا به ما میگه که چه خوراکی هایی استخوان سازه و چی عضله سازه. پس چرا این مستند به این استخوان‌های پوسیده متوسل شده؟ چرا از روش‌های نوین علمی حرف نمیزنه؟ پاسخ اینه که چون روش‌های علمی اون جوابی رو که اینها میخوان رو بهشون نمیده. اینا میخوان به مردم بگن که گیاهخواری بهتر از گوشتخواری عضله و استخوان میسازه، که خب دروغه.
خب علم امروز کاملا خلاف این رو میگه. پس میان چیکار میکنن؟ میگن گلادیاتورهای قرون باستان لوبیا و جو میخوردن، پس لوبیا و جو سخونسازه. به به از این فیلم مستند علمی. بابا گلادیاتورها برده ها و اسیرانی بودند که تمرینات رزمی داشتند تا در مراسم شادی بیچاره ها به جون همدیگه بیفتند، خون همدیگر رو بریزند، همدیگر رو بکشند تا تماشاگران کیف کنند و تفریح کرده باشند. اینکه حاکمان روم باستان به اون برده های بخت برگشته چه بلا نسبتی می دادند که بخورند که نباید ملاک تغذیه ما باشه. الان محصلان دبستانی ما از پزشکان اون زمان باسوادترند. این فیلم ها شیادیه، فریبکاریه، البته با رنگ و لعاب جذاب و ظاهری علمی. میگن میزان تراکم استرانتیوم در استخونهای گلادیاتورهای روم بالا بوده. اجازه بدید ببینیم این چیچیرانتیوم چی ها. اگه اون رو سرچ کنیم این پاسخ رو دریافت میکنیم که استرانتیوم یک عنصر هست در جدول مندلیف، درست در زیر کلسیوم قرار داره. این یعنی خصوصیات شیمیایی اون شبیه کلسیومه و یعنی این عنصر از کلسیوم سنگین تره. یک فلز نقره‌ای رنگ هست که در طبیعت یافت میشه. حدود 99% از استرانتیوم درون بدن انسان در استخوان‌ها متمرکز هست. ترکیبات اون به عنوان دارو استفاده میشه و در مکمل‌های غذایی هم یافت میشه. خب سوالات مردم چیه؟ استرانتیوم با بدن انسان چه میکنه؟ چرا استرانتیوم برای سلامت استخوان مفید نیست؟ آیا استرانتیوم برای پوکی استخوان بی خطر است؟ آیا استرانتیوم باعث ریزش مو می شود؟ آیا می تواند باعث لخته شدن خون شود؟ و موارد دیگه. واقعیت اینه که کلسیوم مهمترین ماده معدنی در استخوان هست و با مصرف استرانتیوم این عنصر جایگزین کلسیوم در استخوان خواهد شد. و از اونجا که اتم های استرانتیوم سنگین تر از اتم های کلسیوم هستند، این جایگزینی باعث افزایش کاذب در تراکم استخوان میشه. این مقاله تأکید میکنه که این یک استخوان سازی جدید محسوب نمیشه. خیر، استرانتیوم به عنوان دارو برای درمان پوکی استخوان استفاده میشه، اما این داروها با ترکیب استرانتیوم سیتریت و استرانتیوم کلوراید توسط سازمان غذا و داروی امریکا FDA تایید نشده. داروهای حاوی استرانتیوم عوارض جانبی زیادی دارند، از جمله عوارض اون خطر حملات قلبی، لخته شدن خون و واکنش‌های پوستی جدی هست. خب معمولاً برای درمان پوکی استخوان مصرف کلسیوم به علاوه ویتامین دی توصیه میشه تا مصرف استرانتیوم. استرانتیوم جذب کلسیوم رو مختل میکنه. استرانتیوم به طور فراوان در سبوس غلات و سبزیجات و اسفناج و کاهو و هویج و نخود و لوبیا یافت میشه. البته در غذاهای دریایی مثل صدف و گوش ماهی هم یافت میشه. و یکی دیگه از عوارض مصرف استرانتیوم ریزش مو و کچلی هست. او وقتی از تراکم اون در استخوان‌های گلادیاتورها میشه پی برد که اغلب اونها لوبیا و جو میخورند، پس لابد میشه پی برد که اغلب گلادیاتورها کچل هم بودن دیگه. با این حساب ریزش مو و کچلی هم از پیامدهای گیاهخواری است. آخ این عضلات این ورزشکاران حرفه‌ای بدنسازی نه با گیاهخواری اینجوری میشه و نه فقط با گوشتخواری و حتی نه با ورزش کردن. اینا داروهای خفن بدنسازی مصرف می کنند. داروهایی که سیستم نرمال عضلات رو به هم می ریزه، چربی های عضلات رو آب می کنه و عضله سازی رو به صورت بیش از حد طبیعی فعال می کنه. البته این داروها کلسیم و پروتئین زیادی رو هم برای عضله سازی به اونها می رسونه و خودمونیم اون پروتئین های دارویی هم منشأشون پروتئین حیوانی است. و البته که باید حتما به همراه مصرف اون داروهای خفن ورزش سنگین هم بکنند، از تخم مرغ گرفته تا گوشت قرمز هم بخورند، وگرنه تأثیرات اون داروها متوجه جاهای دیگه بدن میشه. خلاصه اینها با گیاهخواری این هیکلی نشدند. خیر، هرچه که میگن رو باور نکنید. برگردیم به ادامه فیلم. این فیلم با یک پزشک که سابقا پزشک ورزشی بوده مصاحبه میکنه که قضیه رو به صورت علمی مطرح کنه.
این پزشک میگه که پروتئین اصلا منبع انرژی نیست. انرژی واقعی برای ورزش عمدتا از کربوهیدرات ها به دست میاد. کربوهیدرات هایی که به شکل گلیکوژن در ماهیچه ها ذخیره میشن. او درسته، گلیکوژن منبع انرژی عضلات هست و در واقع محل ذخیره کربوهیدرات هاست. اما برای یک فعالیت بدنی فقط تأمین انرژی کافی نیست. در فعالیت ها سلول های ماهیچه ها تخریب میشن، تارهای عضلانی آسیب میبینند و در واقع بدن مدام نیاز به عضله سازی داره، وگرنه به اصطلاح عضلات میسوزند و کوچک میشن. برای تولید عضله سنتز پروتئین باید صورت بگیره و برای سنتز پروتئین یک سری اسیدهای آمینه نیاز هست که اونها در بدن انسان ساخته نمیشند و باید از طریق مواد غذایی به انسان برسند. این یعنی انسان به مصرف پروتئین نیاز داره، اونم پروتئینی که کامل باشه، یعنی اون اسیدهای آمینه ضروری رو داشته باشه. خب گوشت پروتئین کامل رو فراوان داره، اما گیاهان چی؟ اونها هم پروتئین دارند اما پروتئینشون کامل نیست. برای همین در رژیم گیاهخواری ترکیب خاصی از انواع گیاهان رو سفارش میدن تا بلکه اون انواع گیاهان کمبودهای پروتئینی همدیگر رو جبران کنند. و تازه بعد از اون مشکل دیگه‌ای پدید میاد، اینکه برای جذب این پروتئین‌ها در بدن آنزیم‌های خاصی نیاز هست. اون آنزیم‌ها در روده‌های گاو و گوسفندان و حیوانات گیاهخوار فراوان وجود داره اما در روده انسان نیست، چون آخه انسان که موجود گیاهخوار نیست. پس برای جذب پروتئین گیاهخواران عزیز باید حجم زیادی از گیاهان پروتئین دار رو مصرف کنند تا بلکه به حداقل پروتئین مورد نیاز بدنشون برسند. اما نه، مصرف حجم زیاد گیاهان به علت مقدار زیاد فیبر که در گیاهان وجود داره جذب پروتئین رو مختل میکنه. چاره‌ای نیست جز این که با قرص و داروهای مکمل کمبود پروتئین بدن رو جبران کنند، که البته قاعدتاً اون قرص‌های پروتئین هم منشأ حیوانی دارند. باز برگردیم به فیلم. میگه این اشتباهه که ما فکر میکنیم که با خوردن گوشت باید پروتئین حیوانی داشته باشیم تا بزرگ و قوی بشیم. میگه این درست نیست، چون تمام پروتئینی که با خوردن یک استیک یا همبرگر به دست میاد از کجا اومده؟ از گیاهانی که گاو خورده به دست اومده دیگه. وای چه سورپرایزی خدا! بابا این پروتئین حیوانی در سوخت و ساز بدن گاو تولید شده. انرژی اون از گیاهان بوده، قبول. انرژی گیاهان هم از خورشید بوده. اما همونطور که ما نمیتونیم در زیر آفتاب بنشینیم و از نور مستقیم خورشید مثل گیاهان فتوسنتز کنیم، خب نمیتونیم با مصرف مستقیم گیاهان هم مثل اون گاو عضله سازی کنیم. خیر بابا، هر بدنی یک جور توانایی داره. یکی رو به اول فیلم رو دیدیم، ولی دیگه وقتمون تمومه. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.